احمد رضا، بله. یه سوالی داشتم. چرا همه فونت ها بولد دارن؟ بی تی چرا بولد نداره؟ خب باید بولدشو با هم بسازیم. اه؟ پس بولد شو. سلام، به قسمت اول بولد شو خوش اومدیم. خوش اومدیم دیگه. ما قراره که تو بولد شو چیکار کنیم؟ قراره که با هم دیگه یه سری ادورتایز ببینیم. قسمت هایش قراره که ادورتایز ببینیم و با هم قسمت هاشم کار دیگه بکنیم. آره دیگه. ولی یه نکته یو من میخوام بگم که رعایت میکنیم. چه نکته؟ یا خدا این چیه؟ ترازو. ما جانب انصاف رو رعایت میکنیم. خب پس دیگه جانب انصاف هم همیشه با هم توی ویدیو همراه مونه. بولد کنارش انصاف میاد، توازن میاد. ها؟ واقعا؟ حتما دیگه. خب قبل از اینکه ویدیو شروع بشه سابسکرایب اون پایین رو بزنید، ویدیو رو لایک بکنید، نوتیفیکیشن هم روشن بکنید، کامنت هم برام بذارید. توی دو سه روز اخیر دیوار یه تبلیغی ساخته که به شدت در فضای مجازی وایرال شده. کنون تبلیغو میگیم؟ اونی که ابی داره یه آهنگو میخونه، نمیدونم دیدی یا نه. دیدی که توی دیدی؟ همین الان داره. خب ما اینو دیدیم. داستانش از چه قراره؟ ابی قبلا یه آهنگو خونده، دوستان دیوار اومدن روی ریتم اون متنش رو عوض کردن، یه آهنگ دیگه ای رو خوندن، یه موزیک ویدیو بامزه شده. خب این کانسپت رو گرفتیم. این کانسپت رو الان اینجا یه کانسپت می‌نویسیم. این کانسپت رو اینجا داریم. من گرفتم. بیا. توی این قسمت می‌خوایم مواردی که توی این کانسپت حرکت کردن رو با هم ببینیم. چند تا تبلیغی که این شکلی ساخته شده. از چه نظرهایی بررسیش می‌کنیم؟ یکی انتقال محتوا به مخاطب. یکی از لحاظ فنی و اجرایی، مثلا تدوینش چطوره؟ خب. رنگش چطوره؟ نمی‌دونم موسیقیش چطوره؟ و از همه مهمتر ایده خلاقانه. پس ایده خلاقانه هم بررسی. حواستون هم باشه. انصاف ما همیشه انصاف رو چیز میکنیم. انصاف اصلا نمیره. اصلا چیزی شد که اینجا روشونه های ما الان وزن انصاف سنگین میکنیم. آره. بریم شروع کنیم واسه تبلیغ. بریم. آره. واقعا بامزه. من توی کار خونم فروش رحم و نجاره، اگه چیزش بالیه اینطوری هم کانمان دیگه. من حتی اینجا به دوردون میگم این هم میکنی که من تصمیم دوردون هم بگم خود املاکی ناستان بیا کاملا املاکی کرد مدل کچه شوار بزن در میگیم برو و اینجا احلاقه اینجاش نقطه تلایش همینجا یه دیوار برمیده یه خوره اینه یه در اینجاش هم که در رو اینجا اصلا لبه سر بعد این کنه اونجا خالیه سنتار خیلی خوب بود این تبلیغ. خب. یعنی من دارم به عنوان یک مخاطب عام اصلا میگم، من اینو دیدم حظ بردم. یه ویو عجیب غریبی هم تو اینستاگرام تا این لحظه که سه روز ازش گذشته یا دو روز دو میلیون و 400 هزار نفر دیدنش و خیلی اتفاق واقعا ویژه یه برای دیوار. خب دیوار چی میخواست تو این تبلیغ بگه؟ دیوار توی لینکدینش نوشته بود که مثل این که میخواستن که خیلی افراد سمت خرید ملک و ساختمون و این چیزا بیارن،
نمیدونم حالا مخاطبشون کم شده بود یا نشده بود، اینو یادم نیست شده بود یا نشده بود، من خبر ندارم. هر چی بود خلاصه به اینجا رسیدن که گفتن آقا ما یه کمپین تبلیغاتی باید بزنیم دور شهر، شهر نگرد دیوار بگرد، تو دیوار بگرد و مخاطب اینو بیاریم به این سمت که مثلا بیان تو دیوار بخرن. پس نمره بدیم بهشون؟ نه نمره بدیم. اینجا من می‌نویسم دیوار. خب انتقال محتوا به مخاطب، محتوایی که می‌خواستن تونستن به نظر ما برسوننش یا نه؟ که من به نظرم از 10 من بهش 7 میدم. چرا بهش 7 میدم؟ احساس میکنم یه ذره این ابی بودنش با اینکه خیلی فوق‌العاده است به نظرم یه ذره حواس پرتم میکنه آدم. من اصلا یه نکته یادم رفت بگم، من اصلا اینا یه ریسک بزرگی کرده بودن بچه دیوار، اونم این بودش که از ابی استفاده کردن. ابی دقیقا حدود 2 ماه پیش بود که اون خلیج فارس، آره اون داستان فارس. یک بام و دو هوای آقای خواننده داشتش، کاملا یه افت عجیب غریب داشتش. یعنی برند خودش زیر سوال بود، اینکه ریس کردن روی ابی دوباره سوار شدن اومدن بالا خیلی جذاب بود به نظرم. بر اساس این همه صحبت انتقال محتوا من 8 میدم. 8 میدی؟ چون که حتی دوست دارم 8.5 بدم. 8.5 بذار من چجوری بنویسم، این بر بنویسم اینجوری. آره 8.5 اصلا بده 9 خط بزنم 9 تموم شد و رفت. فنی و اجرایی 9 یا 10؟ فنی و اجرایی، فنی و اجرایی، فنی و اجرایی به غیر از 3-4 تا سکانس آخرش که من دوست نداشتم من 9 میدم. تو چند میدی؟ من 8.5 میدم. خب ایده خلاقانه، من اصلا همهشو بذارم کنار، این ایدهشو خیلی دوست داشتم ایده. که از روی دیوار این زوم کنارشو برمی داشت. آها آره اوناش خیلی اصلا من اینجا بودش که جذب شدم. اصلا این که هم دیوار دیوارو میگه هم دیوار اپلیکیشنو میگه. دقیقا به خاطر همین من به شخصه بهش تا میدیم 8.5 میدم. کلن بستی رو 8.5؟ نه 9 هم دادم. من ایده خلاقانه رو 8 میدم، لج دارم. تبلیغ دوم موتن رو، درست میگم؟ آره موتن رو، موتن رو. خب ببینی یا پیارس این ویدیو برایش خیلی داستان. ما بزرگترین فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی هست. دقیقا چقدر بزرگ؟ ما واسه بلک فرایدی یه کمپین خیلی باحال بستیم به اسم شب جمعه. ببین جدا از تخفیفای خیلی خفنه، با احترام من به عنوان مخاطب تا اینجاش برسم میزنم، یعنی من استوری میزنم در اینجا چون نمیدونم از اولش آهنگ داره غیر داره ها. محتواش هم سخت، اولش اونقدر منظر من ساده نیست. یعنی چی منظور سخته؟ یعنی باید حتما گوش کنید دقیقا. آره بعد اصلا راحت میتونی حواست پرت بشه، نمیتونی چی بشه. الان نفهمی برگشت رو واقعا گوش نکنی برگشت نمیفهم که چه اتفاق میفته. و شهرام شپره وارد میشه، معرفی کردنش هم واقعا نمیفهمم که دلیلی واقعا نداره که نظرم معرفی بکنم. الهه عسکری فکر میکنم خانه دار سوگل سوگل. چرا خیلی نرو باید بذارم؟ این شب شب سوگل، یعنی احساس کنم واقعا اینو یه شب ساختن، چون از اصلا که کپشنش یه چیزی نیست که این واقعا یه داستان واقعیه. چیه؟ آره اولش میشه این داستان بر اساس واقعیت هم، یعنی اسم هم که واقعا همین هم. بعد الان نکته‌ش به من از نفهمه موتن رو چیه اصلا، موضوعش رو نمیخواد بگه موتن رو چیه. داره میگه که چون به خاطر نمیدونم تبلیغ بلک فرایدی شما یکی بخری دوتا میبری فلان، یه چیز یه آفر این مدلی داره میگه. واقعا این مسئله است، ما اینو با اینکه چند بار دیدیم ولی هنوز جلب نشده نظرمون که بفهمیم داستانش چیه. تا صبح میرسونم خدمتتون تیزه رو قشنگ تا صبح رسونم و این شب جمعه این شب صبح نشد. من تنزش رو واقعا دوست نمیشم.
ببین لیست داره که اونم لطف شهرام شبپر است. یعنی آره. من شاید دوباره برگردم عقب از آهنگش یه بار دیگه ببینم. خب آره دقیقا. ولی به خاطر من میشه مثلا کات میکنم بخوام بذارم و اینکه واقعا بر بهش بریم الان چیزاشو یا بازم میخوای بزنی نمره بزنی میخوای نمره بزنی نمره بزنی خب انتقال به محتوا به مخاطب انتقال به محتوا به مخاطب انتقال خب به انتقال محتوا به مخاطب چند میدی؟ من 4 میدم. 4 میدی؟ آره. من 3 میدم چون با اینکه چند بار دیدمش اونقدر نفهمیدم که دقیقاً چی میگه. من هم همینه. فنی و اجرایی. فنی و اجرایی چند میدی تو؟ کلن کلاکت چی گفتی بعد کاملشو بگیم؟ کلاکت کمپانی. کلاکت کمپانی به نظر من اجراش درجیه که واقعا خیلی خوش کیفیته. یه تصویر بردار دارن به اسم علی موحد مدیر تصویر برداری. خیلی کلن دهه 80 هم هست. جدی؟ خیلی هم پوزشو میدن. من کلن کلاکتو خیلی دوست دارم. فنیاشو واقعا خیلی دوست دارم. مخصوصا تدویناشو. مخصوصا اون یه تبلیغ دارن هم دیدی یا نه برای بیمیتو ساخته بودن. خیلی عالیه. میارم برات. چه ربطی داره؟ نه این نبود. این اسنپ تو جیبت. حالا بماند که ما از همه این اسما پول گرفتیم که اسمشون رو بیاریم و خیلی سخت بود برای قسمت اول بهمون اعتماد کنن. ولی تونستیم سرشون رو کلا بذاریم. فنی اجرایی پس چه نمره‌ای میدی؟ من بهش 8.5 میدم. من بهش 8 میدم. نه من بهش 7.5 میدم. من کلن رو نیم بستم ها؟ کلن 8.5 خب خب ایده خلاقانه داشتن یا نداشتن استفاده از شهرام شبپره؟ نه خلاقانه نبود به نظرم. کاری کردن توش؟ من 5 میدم. من 4 میدم. 4.5 میدم. نه 4 دوتا 4 دادم تا حالا. خب این از موتن رو حالا بریم تبلیغ چی؟ بریم دایتی. دایتی این پیچی ها بود دایتی. خورد این کرده داستان کپیرایت این شدگیریه. حالا این بنده رو شده خالجه هم این کپیرایت نداره این صحنه که ادی هم آره کارو در آورد دایی ولی نشونست نمیدونم نمون با تو بازار لامن شد. آره دایی چون بعد هم خوش کنیم نه یه واضح زمانی که افتاد دوباره پیارسال مخصوصا این بستنی لباشتی داشت من از این چیزا نیست از یکی شرکت مثلا زیر مجموعه مثلا میهن باشه زیر مجموعه میهن که نیست حالا هم زیر مجموعه کجا هست یا هست مثلا نیست میهن که نیست نه کلن ولی بعد از این کمپین تبلیغاتی که داشت کلن محصولات جدیدی هم آورده بکنم گره کشی هم گذاشه گره کشی خوب هم الان ایس باکس داشت شهران خودشون گلوشو پاره کرد تو تبلیغ چیشو میبینی پر بعد ولی موفق نشد دیگه یعنی اومد بالا دوباره تابستون پارسال اصلا اون لواشکی مواشکیش کلا نبود ببین میزان صداش انصاف و رایانش انصاف صداش داره خب ولی واقعا دوست داشتیم که دایتی بیاد بالا معلومه مثلا مدیر عامل شرکتی مثلا معلومه اسپانسرمونه قشنگ زایی شد یه رنگش هم که شبیه نمره نمره میدی انتقال محتوا به مخاطب میخواست بگه بایتی برگشته تابستون الان بیاد بستنی ازم بخره دیگه قوره کشی هم دارم قوره کشی هم دارم دیگه چیکار کنه ساده اومد اومده گفت آقا من دارم فلان رو میکنم آه این میادشی افتادم ترازو انصاف چند میدی انتقال محتوا میخوام من بهش 8.5 میدم 8.5 اگه رو 9 میدم آقا جان اصلا چرا کم بدم من بهش 9 میدم باری کلا خب دایتی خوب داره کار میکنه توی دایتی در آورد ها کارو در حیف که دیر اومدیم یا حیف که بولد دیر ساختیم فنی و اجرایی
به نظر من جذاب بود. نو آره. به نظر من موشن خیلی جذابی بود. من بهش میدم 7. نه من بهش میدم 8. چون موشن قوی داشت. من گفتم 9 یا 8. خب ایده خلاقانه. ایده خلاقانه. استفاده کنسرت رو آورده بود وسط و خلاقیت عجیب غریبی نداشت. ولی آهنگ جذاب بود دیگه. آره ورس قشنگی نوشته بودن. اصلا برید این متن شعرش رو بخونید تا خط سوم چهارم یکی اصلا کاملا با اون شعر اون شب پرید. آره آره یعنی کاملا دیگه بود که آقا این متن رو بیاری. آره این انصاف رو فقط باید رعایت کنیم. ولی اگه بخوام جانب انصاف رو رعایت کنم من خلاقیت رو بهش 7 میدم. 7.5. خب ویدیوی بعدی برای کیه؟ ویدیوی بعدی ایران بریره ولی به نظرم نریم. حیف نیست؟ حیف هست. خیلی هم قشنگ و بامزه است. ولی مطلبی داره ویدیومون زیاد شد. ها این طول ویدیومونه. این که نه. قطعش. ویدیومون داره زیاد میشه. حوصله شما مخاطبان داره. بعد مخصوصی بعدی. ها؟ سابسکرایب بکنید. تو رو خدا نظرتون رو همون بدین. ما واقعا قسمت اول واقعا نیاز داریم. آره واقعا نمیدونیم چیکار کنیم. بگید مثلا آف ارگانی برید فلان حوزه رو بررسی کنید. میتونید پیشنهاد اسپانسرینگ هم بهمون بدید. لوگوتون رو اینجا کامنت بذارید برامون. آره دیگه از برندهای محترم میخواییم که خب آها ما اومدیم امتیازها رو حساب کردیم ببینیم چه شکلیه. دیوار میانگین گرفتیم چند شد؟ 8.5. مبارکش باشه. خب موتن رو عجب اسمی میانگین گرفتیم چند شد؟ 4.8. اینا میاد همش نه؟ حتما دیگه اینجا. و آخرین تبلیغ دایتی میانگین گرفتیم شد چقدر؟ 7.8. پس با این حساب ببخشید واقعا من بعضی وقت ببین میخوای نونی که در نمی حلال باشه چون گفتم اینجا عدد دارم من دیگه این دیجی کالا اینجا هفت مرتبه بعد ما بگیم خب حلال واریشون. خب لطفا تو حاشیه نرو مردم حوصله‌شون سر. خب آقا امتیاز پس این دو شد که دیوار از همه بیشتر گرفت بعد دایتی بعدم مونتن رو بعد از نظر ما البته دیگه. البته این ستا واقعا رندوم خیلی رندوم انتخاب شدن. یعنی اصلا پرسیدیم که بریم توی این کانسپت خب چی یادمونه این ستا یادمونه واقعا همین بود دیگه. خلاصه برندهای دیگه که نیاوردن پول بدن ببخشید اسپانسر. واقعا قسمت خب بعدی از این کانسپت رو بررسی می‌کنیم دیگه. نه اجازه بگم پس دیوار دست در نکنه تو تمرین فوتبال. دیوار که نساخت البته گیف استودیو شیر مادر حلاله نون پدر دیگه گند قضیه رو در نمیاریم. ما سریعتر خداحافظی کنیم. خدا حافظ.